خب من هم سلام و درود میفرستم خدمت تمام بینندگان عزیز. امیدوارم که صدای من باشه. امروز باید درود فرستاد به تمام کسایی که از قلب و خانواده و زندگی خودشون گذشتن و اومدن تا ثابت کنن که در 2 سال گذشته، در 2 سالی که گذشت و این همه زجر رو متحمل شدیم، به هیچ عنوان از آرمان ها و اهداف خودمون عقب نرفتیم. به هیچ عنوان امروز خیابان‌های تهران مملو از کسانی بود که برای دفاع از حیثیت مبارزاتی خودشون دوباره به صحنه آمدن و گزارشات اون رو خانم فائزه به حضور شما رسوندن و همونطوری که پیش بینی شده بود، هزاران نفر از مردم اومدن در تقاطع‌های خیابان ولیعصر به سمت خیابان ولیعصر و در راستای خیابان ولیعصر تظاهرات خودشون رو، راهپیمایی خودشون رو، حتی در خیابان‌ها، حتی با نشان دادن یک علامت وی به همدیگه ثابت کردن، انگشتان خودشون رو به علامت پیروزی بالا بردن. اینکه این ولایت مداران هر چقدر که تلاش کنند، هر چقدر که از زندگی از رهبر خودشون بگن، هر چقدر که از اون چیزهایی بگن که ما قبول نداریم، ما دوست نداریم، با تمام این احوال، با تمام این حالات، مردم ما میان توی خیابون. اگه آلترناتیو واقعی صورت بگیره، اگه آلترناتیو واقعی وجود داشته باشه، اگه دلشون به یه چیزی خوش باشه، اگه اون آزادی رو که همیشه تجسم میکردن در این همه نزدیکی ها بتونن حس بکنن، چرا که نیان؟ همه نمیان. همونطوری که دیدید امروز با اندک امیدی که وجود داشت، اندک امیدی که برای نشون دادن حمیت خودشون، برای نشون دادن استواری خودشون بود، باز هم اومدن با وجود تمام سرکوب ها، با وجود تمام مشقت هایی که در این 2 ساله تحمل کردن، از تجاوز بگیرید، از زندان های پی در پی بگیرید، از قتل و کشتار این جوان ها بگیرید در خیابون، باز هم این مردم اومدن و ثابت کردن که برای رسیدن به آزادی ذره عقب نخواهند رفت. من خیلی دوست داشتم که گزارشات مربوط به تظاهرات رو بگم، اما با وجود گزارش کاملی که فائزه جان زحمت کشیدن و پخش کردن، همین رو بگم که تمام این فیلم هایی که میاد بیرون، تمام این حرف هایی که زده میشه، ذره ای از اون حرکت اساسی مردم ما رو نمیتونه نشون بده. مردم ما دارن از خودشون مایه میذارن، از زندگی خودشون، درست زجر کشیدن، درست برای رسیدن به این اهداف این همه متحمل خسارت شدن، ولی چیزی که ما رو زنده نگه داشته در حال حاضر امید هست و اعتماد به هم دیگه. امروز اگه جمهوری اسلامی سعی میکنه که با آوردن سردار مطیع به اونها و سپس برگردوندن به داخل ایران، اعتماد ما رو، اعتمادی که ما به هم دیگه کردیم رو در داخل و خارج خدشه‌دار بکنه، ما باید ثابت بکنیم که وزارت اطلاعات در این تئوری خودش ناکام هست، در این برنامه ریزی خودش ناکام خواهد بود. همه ما متحد، یک شکل، هم صدا، با آرمان‌های خاص، آرمان‌هایی که زیاد آرمان‌های پیچیده‌ای نیست. حقوق بشر، حقوق اساسی بشر در وهله نخست خواسته همه ماست. دیگه گذشت از آرمان هایی که ما مدینه فاضله رو بیاییم در کتاب ها جستجو بکنیم یا یک شهر رویایی برای خودمون تصور کنیم. نه، کف مطالبات ما امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و زیر بار کمتر از اون نخواهیم رفت. این حقیه که باید به دست بیاریم، این حقیه که باید به دست بیاریم و اگه صدای من جوان رو هر کجا که باشم ببرن، مطمئن باشید نسل بعدی دمان از روزگار اینها خواهد آورد. نیومده بودم بالا سخنرانی کنم، ولی اینو باید بگم که همه ما در راه رسیدن به پیروزی، رسیدن به آرمان هامون، رسیدن به اهدافمون، بعضی مواقع ناامید میشیم، بعضی مواقع سرخورده میشیم، بعضی مواقع ممکنه بریم یک جایی که صدای ازمون در نیاد، ولی این درونمون پر از جوشش هست، پر از فریاد هست، پر از حرفایی هست که همیشه سعی کردیم یک روزی اون رو با قدرت تمام از ته دل بیان بکنیم ولی نتونستیم. یک روزهایی هست مثل همین 25 و 26 خرداد ما که داره میاد، اونهایی که موقعیت امروز را از دست دادن،
اونهایی که امروز در این جمع صمیمی مردم حضور نداشتن در داخل و خارج بیان و 25 و 26 نه تنها در ایران، من میدونم امروز در اتحاد با مردم ایران خیلی جا تظاهرات بود و از خودشون مایه بگذارن. میکروفون آزاد و خدمت همه شما بینندگان عزیز که امروز دلهوره داشتید برای گوش دادن به صدای جوانها از داخل ایران، بگم که این دلهوره شما واقعا از صمیم قلب ما احساس کردیم، همدلی شما رو احساس کردیم و تا آخر به پیش خواهیم رفت. سپاس.